خانه امن. یک شنبه ششم آگوست، اورفیوم تیتر، لس آنجلس. خانم آقای سلام بر شما. امروز به اورفیوم لس آنجلس اومدیم، سالن زیبای اورفیوم که در سال 1926 بنا شده. این سالن یکی از قدیمی ترین اماکن لس آنجلس هست که تئاترهای بسیار بسیار جنجالی در این سالن اجرا شده. برای بازدید و صحبت و گفتگو با تمامی دست‌اندرکاران این نمایشنامه بسیار بسیار جنجالی خانه امن یا سیف هاوس که میدونم در لس آنجلس همه بی‌صبرانه منتظر هستیم در ششم آگوست این نمایش به روی صحنه بره، ولی قبلش دلم میخواد که شما رو به behind the scenes، پشت صحنه، صحبت با دست‌اندرکاران این تئاتر، امیدوارم که لذت ببرید. با ما باشید. یک ترس شیرینی با من هست که باعث داره میشه که هی بیشتر متمرکز روی کارم باشم، که لیاقت، چون تئاتر برای من خیلی ارزش والایی داره، که لیاقت روی صحنه بودن رو داشته باشم و این کار گروهی رو منم سهم خودم بتونم به نحو احسن اجرا کنم، و به خصوص این که هموطنان عزیزم در لس آنجلس رو راضی نگرم. سومین تئاتری که در لس آنجلس روی صحنه میرم باهاش، خیلی خوب، خیلی خیلی احساس شوق و هیجان دارم، به دلیل اینکه آدم‌های این شهر آدم‌های خیلی مهربانی هستن. تا وقتی موضوع سیاست پیش کشیده نشده بسیار آدم‌های مهربانی هستن و بسیار حمایت میکنن از کارهای هنری که حرفی برای گفتن داشته باشه. یه مقداری شاید تا چند سال پیش سخت بود صحبت از یک نمایش غیر کمدی، نه که کار ما کمدی نداره، صحنه کمدی هم داره، ولی خب به هر حال برمیگره به اتفاقهای ایران و در نهایت یک کار کمدی نیست، اما یه خورده سخت بود قبلا در مورد کار غیر کمدی در لس آنجلس صحبت کردم، ولی چند سال هست که مردم دنبال کارهای جدی تر هستن و خب خانه ام هم از همین جنس کاراست. این که بگم ارزشمندتر، من اصولا بلد نیستم قایم کنم چیزی تو جیبم، مثلا میگم اون بازی خوبمو میذارم برای اینجا یا اون انرژی خوبمو میذارم برای تو. همه کارهایی که اصولا کار کردم تمام توانم گذاشتم، حتی اگر که بد بودم توان من اونقدر بوده، برای همین از لحاظ توانی نه، همه توانمو همیشه میذارم، ولی ویژگیش اینه که در حقیقت چه میدونم، بعد از من اولین فیلمی که بازی کردم کارگردانش حمید فرخ نژاد بوده، 23-24 سال پیش اولین سریالی که بازی کردم 27 سال پیش بود، ولی 23-24 سال پیش اولین فیلم سینمایی کارگردانش همین فرخ خود سفر سرخ که توقیف شد، 17 سال توقیف شد فیلم، و خیلی هیجان انگیزه، کسی که به من خیلی کمک کرده. و مثلا با علیرضا داریم کار میکنیم که در تمام این مدت مثلا دیده بودیمش، دنبال کرده بودیم کاراشو، و بقیه دوستان، مهناز که عزیز دل، احسان که رفیق، شفیق، فرزین که از فرزین مثلا تجربه های من با فرزین کارهای تئاتری بوده نه کارهای تصویری، و فرشید که افتخار آشنایش در ایران نداشتم ولی خب میشنیدمش توی رادیو جوان و اینجا هم در رادیو فردا، خب خیلی کیف داره، واقعا خیلی کیف داره. خیلی خوشحالم اینکه میتونم تو راستای کاری که بلدم و حرفم هست با مردم ارتباط برقرار بکنم، با مردمم، و ما زنده به همینیم دیگه، با قول براشون کارمون همینه و زنده به همین کاریم،
حالا امیدوارم در آینده با حمایتی که از ما میشه از طرف مردم بتونیم گسترشش بدیم و بتونیم کارهای بزرگتر، مهمتر و تاثیرگذارتری رو تقدیم هموطنانمون بکنیم. خب این سالن ویژگی های خاصی داره، اینکه در واقع برای اولین باری که یه گروه ایرانی توش برنامه اجرا میکنه. سالن خیلی عظیم و بزرگی هست و امیدوارم ششم اگست اینجا پر شده باشه و همه هموطنانمون در لس آنجلس رو اینجا ببینیم و بهترین کاری رو که از دستمون برمیاد براشون اجرا بکنیم. اینجا توی سالونی میخوام اجرا برم که بزرگان تئاتر و سینمای هالیوود اینجا اجرا رفتن و فکر میکنم اولین باری که گروه ایرانی قراره در سالن اورفیوم اجرا بره و فکر میکنم بزرگی یکی از بزرگترین افتخاراتیه که هر بازیگری میتونه داشته باشه و میتونه من هیچ وقت اورفیوم رو نمیشناختم. بعد از اینکه فهمیدم که قراره اینجا اجرا بریم رفتم بیشتر راجبش خوندم و خب الان مثلا عکسایی که میبینید پشت ما هست مثلا بزرگانی هستن که اینجا بودن و به نظرم یک اتفاق بزرگه و امیدوارم که دوستان و عزیزانی که در لس آنجلس هستن بیان و کار ما رو و این نمایش خانه امر رو ببینن. نمایش متفاوتیه، نمایش فکر میکنم با هر سلیقه‌ای که باشن در نهایت راضی از سالن بیرون میرن. شاید کمی تلخ، شاید اشکی بریزن وسطش، ممکنه قطعا بخندن، آره، ولی در نهایت فکر میکنم با یک رضایتی از سالن بیرون میرن. لذت بخشه، واقعا لذت بخشه. یعنی همین که واقعا دلم برای همشون تنگ شده، در این حال کنار هم کار کردن خودش یه قدم جلوتر و اینکه برای ایرانیای اینجا می‌خوایم اجرا بدیم بازم یه قدم جلوتر و واقعا خوشحالی بعد از خوشحالی و امیدوارم که لذت ببرن تماشاگرها از این. این یه کار متفاوتی نسبت به تمام کارهایی که من قبلا انجام دادم. هم بخش خنده داره، هم بخش گریه داره، هم بخش تفکر داره، هم تأمل داره. همه اینها در کنار هم دیگه خانه امن رو به وجود میاره و این خانه امن همون که گفتم یه خانه امنیتیه که برای یک سری انسانهای عادی جامعه با برچسبهای مختلف روبرو میشه. برای همین یه کار متفاوتیه، یه کاری هست که به نظر من تمام بازیگران این نمایش برای خودشون و برای نقش ایفاگر هستن استثنان و مطمئن هستم که یه کاری میتونه باشه که همه ماها ازش افتخار کنیم و لذت ببریم که در کنار یکدیگر این کار رو انجام دادیم. یه گروه کاملا حرفه‌ای و به نظر من این یه تئاتر نیست، بازی بزرگانه از جنس خانگی آن سوی اقیانوسا و در یه خانه امن و کاری از جنس حقیقت. سالن اورفیوم رو دوست داری؟ سالنیه که شایسته این بچه هست. برای اولین بار ایرانیان اینجا میان. وقتی بگم شایسته این بچه هست، اینقدر زیبا و خوب هستن که اینجا مناسبه و خیلی سالن زیبا و خوبیه. خیلی قشنگ شد دختر دیوانه بذار جنونم کشید.
پس کوچه های قلب مرا جستجو نکرد، اما مرا به عمق درونم کشید و اما مرا به عمق درونم کشید و گفت سطل آشغال آتیش بزنی چیزی داری برای گفتن؟ I cannot speak Farsi at all. بپوشون اونو. خیلی خوب. بگو میشنوی. بله بسم الله الرحمن الرحیم. من در حقیقت من فقط دارم انقلاب مطالعه میدانی. هودی قرمز نیدی. چه؟ I am a citizen of the United States of America. Okay? چیا میشنوی؟ اگه میشنیدین که من الان اینجا نبودم. این همه آدم تو زندان نبودم. این همه بالای دار نبودم. شما نمیشنوید چون گوشتون برای چیزای دیگه تربیت شده. ببرش. ببر اینو. توی در حیات دارم حرف میزنم. آقا اجازه. یلا ببرش. بیا اینو ببر. حاجی بیا. چه؟ این عکسو ببر. برو بیرون ببرش. خانه امن. یک شنبه ششم آگوست. اورفیوم تیاتر، لس آنجلس.